سلام مهران خانم، مواظب باش. تلفن رو بده گال بگیرش. مهران چطوری؟ خانی ببخشی خوبی؟ حال شما خوبه؟ قربونه. چطوری اوضاع احوال چطوره؟ مهران سر حاله؟ بله. مهران سر حاله الان؟ حالش خوبه؟ بله. بله خوب خدا رو شکر. ما خیلی از تو مهران تعریف شنیدیم. شنیدیم تو عالی یه کاری میکنی که خیلی ها نمیتونن بکنن و به نام خدا. من مهران مختاریان هستم. 12 ساله از شهرستان مریوان، استان کردستان، روستای در نابغه تقویمی اوتیسم ایران هستم. مدرسه است. مدرسه باخشبان کلاس ششم. بابا عزیزم خوش اومدی قربونه. خب آریا شروع. پنج دو 1352 چهارشنبه است. بله آفرین. آفرین. تو روز تولد تو گفتی؟ آره. تو چهارشنبه دنیا اومدی؟ چهارشنبه بود. میتونی تو 10 سال آینده و ازش بپرسی روز تولدش چند؟ از سال 1320 هجری خورشیدی تا 1415 هجری خورشیدی. به نظرم چون شما روزاشو که نمیدونید الان هرچی رو بگید. بله. پس بنابراین حداقل روز تولد یا روز عقدتون، پاتختیتون، هنرمندونتون اینا رو بگید که میدونید چیه. اونم اگه بدونیم چند شنبه است خیلی. چند شنبه بود از تولدتو میدونی چند شنبه است نگو. اصلا چند شنبه شو نمیدونم، فقط تاریخشو میدونم. خب الان چک می‌کنم. هر سال یه شنبه میفته. نه اصلا همونه فرق نمیکنه. یعنی نه نه اصلا یکی که به دنیا اومدی که معلومه. خب میدونم روزش همون میفته. الان میفهمی تو چند شنبه. خودت هم نمیدونی. عالیه. مهران میگه 19 3 1349. 19 مهران 19 3 1349 سه شنبه. به به تولدم مبارک. آفرین ماشاءالله. سه‌شنبه‌تون نره، کادوها رو بیارین خواهشن. سه‌شنبه است بس. آقای دکتر آروم‌تر. آقای دکتر لطفاً. 15/9/1360 یک شنبه. آفرین. آفرین بهت. آفرین. ماشاءالله به مهران. ماشاءالله. خیلی خوب بود خانم نونالی. آروم فقط بگین لطفا که بچه ها به ما از مشکل اون مهران نیست. مهران میگه بچه های ما نمیرسن بزنن توی نرم افزاره. بله. 16 مهر 1357 هفت میشه. 16/7 یک شنبه. آفرین. آفرین بابا. نرم افزار خیلی خوب. من باورم نمیشه خانم نونالی اینقدر جوون باشه واقعا. 57 به دنیا اومدی؟ نه بابا عزیزم. کی این خوب؟ نازنین دوستم. برای روز تولدشو میدونستی؟ آها خواهرزاده عزیزتون. روز تولدشو میدونستی؟ آخه. خب. مهران. کیف کرد. مهران تاریخ ازدواج آقای علی خانی کیه؟ چیز که باسی. مرسی. باشه. آقای دکتر بایستیم بابا سری زوغ میکنیم. یه لحظه همه میان. همه الان تاریخ رو میفرمانیم. آقای دکتر نصر آداموس نیست مهران شاید جواب داد. مهران تاریخ ازدواج آقای علی خانی رو میدونی؟ تاریخ ازدواج علی خانی میدونی؟ من نمیدونم. که میگیره؟ من ازدواج نکردم. آه میگه نمیگیره. 27/3/1403 90 1403 نه بابا چه الله خلاص شد. 4 سال دیگه 5 سال دیگه زن میگیرم. خیلی هم معقوله ها. چرا با ویلچرم تو عروسیه؟ با این صندلی منو میبرن. با
آقا منم میخواستم بگم چون من میدونم چه روزی به دنیا آمدم. ما فکرم روز عروسی تو میدونی. نه نه مهران میدونی که 15/8/1361 چند شنبه است؟ 15/8 شنبه. آفرین. چجوری حساب بریم یه ذره عقب‌تر. چجوری حساب مثلا شما بگید بهتره، شما دندآوری می‌کنید. بریم سراغ سالهای مثلا 28/5/1332 28/5/1332 چهارشنبه. آفرین پسر. تو دیگه چی هستی؟ شما چی بودی؟ چی شدی تو؟ البته مهران. میلادی هم بلده مهران. میتونی میلادیش هم بپرسی. 22/11/1357 خفنه. خیلی عالی. باری کرد مهران. آقا برگام. میتونیم خانوم ازش بپرسیم مثلا شمسی رو تبدیل به قمری کنه؟ میشه؟ بله میشه. دوشتا یه دونه بپرس. 1/1399 مناسبت ها رو میتونه بگه، مثلا روز پزشک، روز خواجه نصیر، هر مناسبتی رو دوست داری میتونی ازش بگه. یعنی مثلا بگیم روز پزشک یه سالی کی بوده رو میگه؟ بله میگه. آقا بگی روز پزشک یه سالی بگی. روز معلم سال 1399 روز معلم سال 1399 جمعه. ماشاءالله. آقا ما معلمات تو سال یه دونه روز معلم داشتیم، امسال میخواه جمعه. افتاد جمعه. ای بابا دیگه. اونم تعطیل شد. کلن تعطیل شد. یه چیزی که به نظرم حالا خانومم فهمودن حتما داورامونم میدونن، به نظرم تو این چند وقت اخیر دانش و اطلاعات مردم در مورد اوتیسم بیشتر شد. حتی جدیدن یه اظهار نظرهایی وجود داره که معتقدن اوتیسم نه اختلال نیست، فقط یه تفاوته. از زاویه دید این بچه ها انگار ما مشکل داریم، ما متفاوت، و شاید میزان دریافت احساسیشون و حسشون نسبت به پیرامونشون قطعا با دنیای ما تفاوتایی داره. اما توی بچه های اوتیسم یه نوابقی شکل میگیره و یقینا مهران جزء اون دست است. این برای آدم های شبیه به ما که مبتلا به اوتیسم هستیم در حد محال تقریبا. این میزان تسلط چقدر سوال پرسیدیم، یه دونه خطا نداشت مهران. یک دونه خطا نداشت. یه دونه روز اشتباه بگه، ماه اشتباه بگه، سال اشتباه بگه، خورشیدی به قمری، خورشیدی به میلادی، مناسبت گفت. دیگه واقعا چی میخواییم از یه مهران خوشگل دوست داشتنی نابغه 12 ساله از مریوان کردستان؟ هر چقدر بهترت اینجا دست بزنید. آفرینه. ازت ممنونم که در آستانه یه روز پدر اومدی و با این حافظه بی نظیرت به پدرها یادآوری کردی که قولی که میدن یادشون نره. بابای ایرانی خصلت بانمک دارن.
کاری که برات میکنن و تا آخر عمر یادشون رفته. ما اینجا سه پدر عزیز داریم. حالا خودت بابا میشی میگی. بعد کاری که بولی که میدن به بچه‌ها دیدین؟ مثلا به موقعش که میرسه بچه میگه بابا مثلا الان چهارشنبه است. قول داده بودی؟ کلا نسبتش منکر میشه با بچه. یعنی من نمیفهم راجع به چی حرف میزنی. خیلی ازت ممنونی. اعدادشو بپرس. من همه دیگه ما چیزی نداریم. ما برگ ریخته دندون ریخته خدمت شما هستیم. اعداد 1 تا 10 رو به 8 زبان زنده دنیا میتونه بگه مهران. بیشتر از این ما رو شرمنده نکن. واقعا من دارم خجالت میکشم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. بلدم ما با این از طرف مام لطفا ما چش کنیم. واقعا به نظرم ما امروز باید آقای علی خانی جان انگلیسی فرز یک رو بخون. یک داده درس یک داده انگلیسی چیو بخون یاد بگیری. جان بابا زایم نکن. درس یک داده فرز یک انگلیسی بگو. 1, 2, 3. من همین رو میدونم، گیر نده. هر درس یک داده دارم میگم. درس 1، درس 2، درس 3، درس 4، درس 5، درس 6، درس 7، درس 8، درس 9. من اینجاها دیگه مصدوم شدم، اومدم تلویزیون دیگه نتونستم ادامه بدم. درس 1. اونایی که مهران وایسای دقه، اونایی که مثل من موافقن ما امروز روی این صحنه یه پسر بچه نابغه کرد ایرانی فوق‌العاده داشتیم، دست بزنم برای خیلی خوب بودید.